من هر روزم را در انتظارم، تو محبوبم را دیدار نمایم، او رفته از خانه ای به سازم، تا برگشته به خانه ام برم، پس بیا ای محبوبم ایسا در انتظار دیدار هستم. پس بیا ای محبوبم ایسا در انتظار دیدار هستم. محبوبان در خداوند، به همه شما عزیزان خیر مقدم عرض میکنم در این جلسه بیستم از مطالعاتمون در کتاب غزل‌های سلیمان. این سروده عاشقانه و بسیار شیرین که سراییده میشه ما بین دو نفر، محبوب و محبوبه، که میتونن دو نفر در یک عهد باشن، عهد ازدواج، یک زن و شوهر، و یا آن دو نفر که در جنبه تمثیلی دیده میشن، مسیح و کلیسا، داماد و عروس آسمانی، یعنی آن خداوند نجات دهنده و ما نجات یافتگان. رسیدیم به باب 8. امروز 4 آیه را قرائت میکنم و عنوان درسمون این هست: آرزویی که در دل محبوبه است. یک چیز درونش داره میجوشه و دلش میخواد بهش برسه. ای کاش زودتر به آغوش محبوبم میرسیدم. ای کاش زودتر به آغوش محبوبم میرسیدم. و دعای من اینه که چنین آرزویی در قلب ما باشه، که ما هم دعا کنیم، چنان که در مکاشفه به ما تعلیم داده میشه، روح و عروس میگویند ای خداوند بیا. پس قرائت میکنم از غزل‌ها باب 8 آیات 1 تا 4. کاش که مثل برادر من که پستانهای مادر مرا مکید میبودی، تا چون تو را بیرون می آفتم تو را می بوسیدم و مرا رسوا نمی ساختند. تو را رهبری می کردم و به خانه مادرم در می آوردم تا مرا تعلیم می دادی، تا شراب ممزوج و عصیر انار خود را به تو می نوشانیدم. دست چپ او زیر سر من می بود و دست راستش مرا در آغوش می کشید. ای دختران اورشلیم، شما را قسم می دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید و بر میانگیزانید. آنچه رو که میخونیم از زبان محبوبه است. محبوبه‌ای که شروع میکنه کاش که، ای کاش. کاربرد این دو کلمه کاش که، ای کاش، یعنی چیزی است که در دلمه، دلم میخواد، آرزومه، آرزوی قلبیمه، ولی حالا نیست، حالا بهش نرسیدم، حالا نشده. این چیه؟ این چه آرزویه که محبوبه در پیشه، به زبان میاره؟ ای کاش زودتر با آغوش محبوبم میرسیدم. میخواد به جایی برسه که عشقش رو در کمال خودش بتونه ایراد بکنه، بیان بکنه، نشون بده، ثابت بکنه، ایثار بکنه، عشقش خودش رو بده به محبوب خودش. برای که درک کنیم واقعا داره چی میگه، چون صحبت رسوا شدن رو میکنه، صحبت بوسیدن رو میکنه، صحبت این که میبردمت خونه مادرم، صحبت این که کاش که مثل برادر برای من بودی. در فرهنگ عهد عتیقی بگیم، فرهنگ یهودی، زمانی که دو نفر قصد ازدواج داشتن، آن هم با تدارک پدر، مادر و والدین و بزرگانشون، اینا می اومدن و یک عهد می بستن که چیزی بود شبیه نامزدی های ما، عهد بستن. ولی زمانی داشتن بین آن عهدی که بستن تا زمانی که در واقع ازدواج می کنن و هم بستر می شن، مدتی هست. حالا این مدت 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 ساله، مدتی هست. در این مدت اینها به زبانی میشه گفت مال هم هستند، ولی به زبانی میشه گفت حالا زن و شوهر نیستند. اما این رو میدونیم که آن عهدی که بسته شد برای این نبود که در این مدت ما تصمیم بگیریم بالاخره ازدواج میکنیم یا نه. نه، این عهد نشون میداد مصمم هستم برای ازدواج.
اما هنوز زمانش نرسیده که در یک خونه با هم باشن، همسر باشن، زیر یک سقف باشن، همبستر باشن و یک تن شده باشن. حالا در این مدت نمیتونن رابطه عمیق، آن رابطه جنسی رو با هم داشته باشن و اگر تماسی با هم بگیرن رسوایی به پا میشه، چون که وقتی که مریم و یوسف نامزد بودند، مریم حامله یافت شد، یوسف که مردی عادل بود خواست به پنهانی او را رها کنه، ازش جدا بشه، اون عهد رو ببره، بشکنه. چرا؟ چون در ابتدا فکر کرد که حتما زنایی در کار بوده، دختری که نامزد منه ما حق نداریم هم بستر بشیم و من نشدم، پس حتما اتفاق دیگه ای افتاده، که خدا میاد بهش میگه نه، از روح القدس حامل است، پسر خداست که به دنیا میاد. پس اگر اتفاقی در اون فاصله بین نامزدی بگیم و عروسی رخ میداد، رسوایی به پا میشد. تصویری که الان اینجا داریم این هست که محبوب و محبوبه در عهد هستن، هم عهد هستن، اما به اون جای که واقعا زن و شوهر باشن که بتونن هم بستر بشن نرسیدن، در اون زمانن. ولی محبوبه میخواد عشقش رو بیان بکنه طوری، و برای بیان عشقش نمیدونه چیکار کنه و میگه ای کاش مثل برادر من بودی، برادری که پسانهای مادر من رو مکید، بعد تو رو خونه مادرم میبردم، بعد عشقم رو اونجا به تو نشون میدادم. اینجا یک درخواستی هست. درخواست عشق چیه؟ اینجا یک چاره ای هست برای اون درخواست. چاره اون درخواست عشق چیه؟ اینجا عشق آرامی داره. آرامی این عشق چیه وقتی برای مشکلش چاره ای پیدا بشه؟ و در نهایت در آیه 4 خواهیم خوند که این عشق مسئولیتی با خود به همراه داره. اجازه بدید مورد اول رو در آیه اول نگاه کنیم. کاش که مثل برادر من که پستانهای مادر مرا مکید می بودی، تا چون تو را بیرون می افتم تو را می بوسیدم و مرا رسوا نمی ساختند. درخواستیه که در دل داره، و البته میشه گفت که این دیدگاه، این آیات یک دید نبوتی داره، که دید نبوتی در رابطه با کلیسا و اینکه مسیح آن داماد آسمانی میاد و در جسم تجسم خدا شکل میگیره، مسیح به دنیا میاد، مسیح خداوند نجات دهنده ما وقتی که در جسم ظاهر شد حقیقتا برادر ما شد، شریک خون و جسم ما شد. عبرانیان باب 2 آیه 14 میگه شریک شد در اینها، مثل ما برادر بزرگ ما محسوب شد و شرم نداره از اینکه برادر ما نامیده بشه، شرم نداره برادر بزرگ ما محسوب بشه، نخست زاده محسوب بشه، در خانواده خدا با ما در کنار ما محسوب بشه. ما فرزند خوانده شده ایم برای او، در خانواده او. پدر ما، پدر آسمانی ما، همون پدر پسر خداست. ما و خداوند طبیعتی داده شده ایم که خیلی شبیه همه. چطور؟ او خدای کامل و انسان کامله و ما انسان که هستیم، ولی وقتی تولد تازه میشیم خلقتی تازه در ما به شباهت خود خداوند آفریده میشه. ما در تولد تازه خلقت او را میابیم و محبت او به ما به مثال محبت برادر به جهت تنگی مولود شده است. بله، این برادره. ای کاش مثل برادرم می بودی. البته که برادره، از این جنبه‌ای که بررسی کردم البته که برادره، و میشه برادر برای قلب‌هایی که با ایمان دعا می‌کنن. چه آرزویی داره؟
آرزو داره که چون تو را بیرون میافتم تو را میبوسیدم و مرا رسوا نمیساختند. آرزوش اینه که بتونه هر وقت بیرون میبینتش او را ببوسه، ولی خطری که هست اینه دیگران ببینن آبروریزی میشه. چرا؟ هنوز نامزدن و اون دوران هنوز طی نشده تا به عنوان زن و شوهر رسمی اینا همبستر بشن، یک تن بشن. ولی آرزو داره ببوسه، چرا که او مرا بوسیده است. چنان که تو منو بوسیدی با بوسه هات نجات دادی، آرزو دارم تو را ببوسم به بوسه های ایمان و سپاسگزاری. چنان که بوسیدی مرا و برای من سلامتی خودت رو دادی، من میخوام تو را ببوسم و پرستش هام رو در آرامی تقدیم تو بکنم. چنان که منو بوسیدی به فیض خودت در بر گرفتی، من میخوام تو را ببوسم و قدردانی خودم را بابت اون فیض به تو اعلام کنم. چنان که منو بوسیدی زمانی که منو پذیرفتی، من هم میخوام تو را ببوسم که تو را تمجید کنم که نالایقی مثل منو پذیرفتی. چنان که منو محبت کردی به جهت آزادی و نجات و این گونه منو بوسیدی، من هم میخوام در عوض تو را ببوسم تا اون محبتی رو که به من دادی من جوابش رو بدم و بگم تو را محبت می نمایم زیرا که اول تو منو محبت کردی. یک آرزو در دل داره که میخواد او را ببوسه. چون تو را بیرون میافتم تو را میبوسیدم و من را رسوا نمیساختند. زمانی خواهد رسید که تو را خواهم بوسید و کسی من را رسوا نخواهد ساخت. زمانی که این دوران طی بشه و ما حقیقتا رسما عروس و داماد همسر و همبستر میشیم. و این پیغامی برای کلیسا که هر چقدر من بخوام محبتم رو نشون بدم ولی قادر نیستم آنگونه که شایسته است ابراز بکنم تا زمانی که مرا به نزد خود برد در عروسی بره من بشینم و اونجا ادا کنم. پس مشکل سر جاش هست اینجا با کمبودهایی که داریم. چاره چیه؟ چاره رو اعلام میکنه در آیه 2 و میگه تو را رهبری میکردم به خانه مادرم، مرا تعلیم میدادی تا شراب ممزوج و عصیر انار خود را به تو مینوشانیدم. دست چپت زیر سر من، دست راستت مرا در آغوش میکشید. چارش اینه تو را میبردم خونه مادرم. این پیغام برای کلیساست که اگرچه ما نتونیم ابراز عشق بکنیم با آن کمالی که شایسته محبوبمونه، شایسته خداونده، اما میشه این راهش هست که او را در خانه بیاریم که خانه مادر من محسوب میشه، در کلیسا، در جمع ایمانداران بیایم اونجا و حضور او را اونجا داشته باشیم در کنار خودمون تا ابراز عشقمون رو اونجا در میان جمع ایمانداران با هم بیان بکنیم. حضور او مهمترین چیزیه که ما لازم داریم، چون حضور او بیدار میکنه گناهکاری رو که خوابیده است، مثل مرده، ایلازر مرده. حضور او آمرزش میده زمانی که ما در تقصیر و گناه هستیم. حضور او باعث میشه که ما تسلی پیدا کنیم به هنگامی که دلمون آشفته است و بهمون بگه سلامتی بر شما باد. حضور او آرامی میده، آرامی و سلامتی که فوق از تمامی عقله. حضور او اطمینان کامل میده، نترس، من با تو هم، مشوش مشو، اینک من خدای تو هستم، هرگز تو را رها نکنم و هرگز تو را ترک
نخواهم نمود. حضور او در میان ما چیکار میکنه؟ وقتی این برکات رو با حضور خودش به ما میده، باعث میشه ما او را محبت کنیم، او را احترام کنیم، او را از صمیم قلب در میان خود بپذیریم، به او بگیم، او را تسبیح کنیم، او را تمجید کنیم، و باعث میشه ما ایمانداران، کلیسا، با هم کنار هم بنشینیم، با هم نام او را بخوانیم، به او اعتماد کنیم، اراده او را طالب باشیم، جلال او را طالب باشیم، رحمت او را بطلبیم و با هم در پی گوسفندان گمشده او برویم تا آنها نیز با عقل آورده بشوند. زمانی که این اتفاق بیفته، ما در کلیسا عشقمون رو ابراز بکنیم، در این حال خواهیم دید همون چیز رو که اینجا داره میگه رخ میده. تا مرا تعلیم میدادی، تا مرا تعلیم میدادی. بله، او میاد در میان ما، حضور او در میان ما، ما رو تعلیم میده. چه چیزی تعلیم میده؟ اگر گفتی کاش که مثل برادر من میبودی، تا چون تو را بیرون میافتم میبوسیدم و مردم من رو رسوا نمیساختن، به ما یاد میده چطور میتونیم او را محبت کنیم، او را ببوسیم طوری که رسوا نشویم. به ما تعلیم میده چطور زندگی کنیم و محبت خودمون رو به اون نشون بدیم اگرچه هنوز به آسمان نرسیدیم. به ما تعلیم میده چطور ما در مسیر زندگی با تمام افتخیزها، با تمام ناهمواریها برای او و با او زیست کنیم. او ما رو تعلیم خواهد داد و تعلیم او مطابق کلام خدا خواهد بود. تعلیم او برای اینه که ما رو به شباهت خودش رشد بکنه و تعلیم او جلال خود خداوند رو در میان ما آشکار خواهد کرد. تا شراب ممزوج و عصیر انار خود را به تو می نوشانیدم، تا آنچه را که من دارم و نشانیست از کار تو در من، آن شراب، آن عصیر انار، ثمر تو در منه، آنچه را که تو در من به وجود آوردی تقدیم تو می کردم. موضوع درسمون چی بود؟ ای کاش زودتر با آغوش محبوبم می رسیدم. و فکر کنم این آرزوی همه ماها باشه، نه آرزوی کلیساه. چونان که در شروع درس گفتم، در کتاب مکاشفه اینا میگه، روح و کلیسا میگن ای خداوند بازا، ای خداوند بازا، برگرد، ای خداوند بیا، ای خداوند منو آزاد کن از قید این جسم، ای خداوند من میخوام هر چقدر تو رو محبت کردم ناقصه، بیشتر بیشتر به کمال محبت کنم، هر چقدر تو رو خدمت کردم کمه، میخوام بیشتر بیشتر و کاملتر خدمت کنم، هر چقدر وقف کردم چیزی نبوده، من میخوام کاملتر، من میخوام همه چیز، من میخوام همونطور که ذهن من قانع شده ولی جسم من در جنگ باهاش، اون طبیعت کنه در جنگ، این طبیعت کهنه بره، تموم بشه، تا فقط آن چیز که تازه است، آن چیز که ثمر دست توه، تو رو تمجید کنه در همه موارد. و او ما رو تعلیم میده در جمعی که داریم، از طریق خادمین، از طریق کلامش، به هدایت روح القدس، آنچه رو لازم باشه یاد بگیریم، به ما تعلیم میده. و در آیه شماره 3 میگه، دست چپ او زیر سر من میبود و دست راستش مرا در آغوش میکشید. یعنی صحبت از یک آرامی میکنه، آرامی که این عشق تجربه میکنه. از یک طرف آدم احساس میکنه داره خیال پردازی میکنه، ولی از طرف دیگه حق داره، داره ابراز میکنه آنچه رو که درونشه و پنهان نمیکنه، چون نمیتونه پنهان بکنه.
و میگه من عاشقتم، من میخوام تو رو ببوسم، من میخوام بهت بچسبم، من میخوام عشقم رو ابراز بکنم جایی که آرامی تو بر من قرار میگیره. چطور؟ دست چپ او زیر سر من میبود و دست راستش مرا در آغوش میکشید. کلام خدا میگه او سبت ماست، مسیح خداوند. او آرامی ماست، ما رو وارد آرامی خودش کرده. زمانی ما چون بی ایمان بودیم دشمن بودیم با خدا، اما الان دوستیم، چون مرگ عیسی مسیح جریمه گناهان ما را پرداخت کرد، ما فرزندان خدا شدیم و الان رابطه ما با او در صلح، سلامتی و آرامیه. و مسیح گفت سلامتی خودم را به شما میدهم، نه آنچنان که جهان میدهد من میدهم. سلامتی او بر ماست، آرامی او بر ماست، مثل زمانی که دست چپش زیر سر من و دست راستش مرا در آغوش می کشد. یک همسر زمانی که در آغوش شوهر خودشه و آن دستان او را در بر گرفته، مهمترین امنیت، قویترین امنیت رو در زندگیش داره. خیالش راحته که در دستان چه کسی قرار داره. و این محبوبه اینجا داره میگه عشق من آرامی پیدا میکنه زمانی که در دست تو جای بگیره. کلام خداوند در عهد عتیق میگه تو را بر کف دستهای خود نقش نمودم. در عهد جدید عیسی مسیح میگه من گوسفندانم رو در دستم گرفتم و هیچ چیز نمیتونه از دست من اونها رو جدا کنه. پدری که من داد از همه بزرگتره. و ما همیشه دعا میکنیم که دست مهربان خدایم بر من باشد، چنان که بر نهمیا بود در عهد عتیق. و این دستان همون دستانی هستن که بر روی صلیب به خاطر ما سوراخ شدن، همان دستانی که مسیح وقتی قیام کرد به شاگردان نشون داد، به توما گفت ببین بیا دست بزن، روح نیستم، روح استخوان و گوش نداره. بله، این عشق داره میگه من زمانی آرام میشم که در این دست جا بگیرم، منو در آغوش بکشی، منو حمایت بکنی، منو در بر بگیری، منو بپوشی. و این دست ها در آغوش کشیدن پسر گمشده رو. وقتی برگشت آرومش کردن، طوری که پیش خودش فکر کرده بود چه صحبت ها میکنه، چه نطقی ایراد میکنه به پدرش، اومد و نصفشو گفت. پدر اصلا حرفشو قطع کرد و بعد از اون هیچ چیز دیگه ما نمیشنویم از پسر گم شده. وقتی که مهمانی بزرگی براش برپا شد، حتی وقتی برادر بزرگ اومد قرقر کرد، پدر رفت بیرون باش صحبت کرد، ما هیچ کلامی از پسر گم شده که برگشته، آن مرده ای که زنده شده، گم شده ای که یافت شده نمیشنویم. چرا؟ راحت در آغوش گرم پدر آرامی یافته و اصلا احتیاج نمیبینه چیزی بگه. خدا رو شکر برای این دستهای پرفیض، دستهای گرم، دست امن، دست مهربان، دست تسلی بخش و شفا بخش داماد آسمانی ما. دست چپش زیر سر من و دست راستش مرا در آغوش میکشد. و در آیه 4 میگه ای دختران اورشلیم، شما را قسم میدم تا زمانی که محبوبم خودش نخواد بیدارش نکنید و او را بر نینگیزانید. زمانی که مسیح در میان ماست به واسطه روح القدس، کلام خدا میگه روح را اطفا مکنید، خاموش نکنید، هر کاری از دستتون برمیاد بکنید تا او به قوت عمل کنه. پس مسئولیتی اینجا هست برای عاشق، مسئولیتی هست برای من و تو ایمانداران به مسیح، مسئولیتی هست بر روی کلیسای مسیح که خودشو عاشق میدونه، خودشو عاشق مسیح میدونه.
انقدر عاشق میدونه، انقدر دوستش داره که نمیدونه چه راهی پیدا کنه او را ببوسد. انقدر دلش میخواد در آغوشش آرامی بگیره، نمیدونه چطور فراهم کنه. خدا همه اینا را فراهم کرده. محبت خدا به روح القدس در دلهای ما جاری شده. حضور خدا به روح القدس در ما، درون ما، با ماست. همه عطا شده الان و مسئولیتی به گردن ما نهاده شده. روح را اطفا مکنید. به روح القدس تا به روز وعده مختوم شدید، مهر شدید، او را محزون مسازید. همیشه فکر کنید زندگی بدون او یعنی چی؟ هیچ وقت فراموش نکنید که شرارت‌های زندگی من و شما چقدر او را غمگین می‌کنه. و همیشه به این بیندیشید که برای خوشنود ساختن او باید با ایمان او را اطاعت کنم. چیکار باید بکنم من؟ عاشقی؟ میخوای عشقت رو ابراز کنی؟ کلام را بگیر، از خدا بخوا تا کلام را برات باز بکنه، بفهمونه. دعا کن، با ایمانداران در مشارکت باش و دنبال راههایی بگرد که او را اطاعت کنی، که او را خدمت کنی. بزرگترین روش ابراز عشق تو، آن عشقی که حداقل مدعیش هستی، این هست که او را از صمیم قلب به راههای او اطاعت کنی. ای عزیزان، سوالی که برای من و شما مطرحه در قسمت پایانی این درس این هست که ما داریم میگیم ای کاش زودتر به آغوش محبوب خودم میرسیدم. ما داریم میگیم ای کاش این میشد، ای کاش این میشد. نکنه با این ای کاش ها، ای کاش ها فرصت الان رو داریم از دست میدیم. بعض وقتا اینطور میشه. ما امروز خودمون رو در اندیشه فرداهایی که هنوز نرسیده از دست میدیم. خیلی خوبه ما با امید پیش بریم برای رسیدن به آن آیندهی که بهش ایمان داریم خواهد رسید، اما نباید فرصت الان رو از دست بدیم. اگر ما نمیتونیم به طور کامل به دور از این جسد خاکی او را خدمت کنیم و انگیزه های غلط نداشته باشیم، حداقل میتونیم حداقل خودمون رو بکنیم. از آن حداقلی که میتونیم، از آن چه در توان ماست، کوتاهی نکنیم. فرصت رو غنیمت بشماریم. این است روزی که خدا آفرید. نگرانی فردا برای فردا کافی است. امروز او را خدمت کن، امروز او را محبت کن، امروز او را اطاعت کن، امروز به اون طریقی که ممکنه عشقت رو ابراز کن در اطاعت. اطاعت از چی؟ هرچی تا به حال یادت داده. دنبال چیزای تازه نگرد. هرچی تا به حال یاد گرفتی اطاعت کن. امروز رو، امروز شما برکت بگیره، امروز شما در برکت خداوند باشه و در اطاعتش. تا جلسه دیگر هفته آینده.